ثانیاً شقه در درون این رژیم، یعنی در درون رژیم ملاها، در بالاترین سطح صورت گرفته و رژیم رو در بنیان بسیار بسیار ضعیف‌تر از قبل کرده. ثالثاً افزایش سرکوب در داخل، تشدید برنامه سلاح هسته‌ای و افزایش مداخلات در عراق نشون میده که رژیم ملاها هیچ قصدی برای تغییر رفتارش و یا ایجاد رفورم نداره. رابعاً سیاست غرب و اتحادیه اروپا برای تغییر رفتار رژیم از طریق مذاکره و مماشات اشتباه بوده و تا الان به ضد خودش عمل کرده و نتیجه معکوس داشته و کانون این سیاست فاصله گرفتن از مقاومت و محدود کردن اون بوده. ما بر این باوریم که چشمانداز تغییر در ایران وجود داره و علی‌رغم سرکوب وحشیانه رژیم نتونسته تا حالا قیام رو مهار کنه. همچنین خامنه‌ای نتونسته شقه درون رژیم رو هم بیاره و وضعیت رژیم رو به قبل سابق برگردونه. همچنین اختلافات در بالا منجر به ریزش قابل توجهی از نیروهای رژیم شده که در طی این سالیان به این نیروها متکی بوده. بر اساس اطلاعات موثق ما حتی در بدنه سپاه پاسداران که نیروی اصلی سرکوب رژیمه نشانه های تزلزل جدی مشاهده میشه. مهمتر اما بروز بیرونی پتانسیل عظیم ناشی از 30 سال اختناق مذهبی، فساد، فقر و فحشا در جریان قیام های 9 ماه گذشته است.